لایحه اصلاح قوانین مهاجرت آمریکا حدود دو هفته پیش به تصویب اکثریت مجلس سنای آمریکا رسید. با این همه تصویب آن در مجلس نمایندگان که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است، به راحتی صورت نخواهد گرفت. مسئله که حتی برخی از قانونگذاران در مجلس نمایندگان نیز ضرورت تصویب آن را در صورت اطمینان از امنیت مرزهای کشور قبول دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام هفتگی روز شنبه خود به مردم تصویب لایحه اصلاح قوانین مهاجرتی را گامی قابل توجه در شکوفایی اقتصادی کشور به شمار می آبرد. او با اشاره به گزارشی که کاخ سفید روز چهارشنبه درباره نقش اصلاح قوانین مهاجرت آمریکا در شکوفایی اقتصادی کشور منتشر کرد گفت این گزارش بر اساس یافته های اقتصاددانان و کارشناسان و مستقل و غیر تهیه شده است. این گزارش نتیجه گرفته که اگر لایحه مصوب سنا به صورت قانون درآید، نرخ رشد اقتصاد آمریکا تا دو دهه دیگر بیش از 5 درصد افزایش خواهد یافت. قانونی شدن وضعیت اقامت مهاجران غیرقانونی در آمریکا که تعداد آنان به 11 میلیون نفر میرسد، مدت هاست که مورد توجه قانونگذاران آمریکایی قرار دارد. اما این مسئله در عین حال با مخالفت های نیز روبروست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت اگر دموکرات‌ها و جمهوری که شامل پرزیدنت بوش و من نیز می شود در پی آن هستند که این اصلاحات انجام شود مجلس نمایندگان باید هر چه زودتر این لایحه را به تصویب برساند جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز در پی اصلاح قوانین مهاجرتی بود اما نتوانست در این کار موفق شود سیاوش علیپور صدای آمریکا واشنگتن